جمعی از جوانان شیعه عضو کاروان اهدای خون امام الحیات کویت با حضور در بیت مرجعیت شیعه آیت الله عظما سید صادق حسینی شیرازی مدزلو در شهر مقدس قم با معظم الله دیدار کردند در این دیدار ابتدا میهمانان گزارشی کوتاه از فعالیت‌های خود را ارائه کردند و مورد تفقد و تقدیر و دعای خیر ایشان قرار گرفتند آیت الله شیرازی مدظله سپس در سخنانی با اشاره به ایام فاطمیه اظهار داشتند شیعیان در کویت یا هر نقطه دیگر بیرتردید به حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها ایمان و اعتقاد دارند مازم الله با اشاره به مشغله جوانان امروز افزودند اینکه برخی از آنها در مجالس حاضر نمیشوند دلیلی بر ضدیت آنها با این گونه مجالس نیست لذا باید آنان را به حضور در این قبیل مراسم تشویق و ترغیب کرد و دانست که البته این تشویق ها تأثیر میگذارد اما آثارش در لحظه آشکار نخواهد شد و به گذشت زمان نیاز دارد. مرجال قدر تاکید کردند جوانان شیعه باید در تمام مسائل مرتبط به اهل بیت علیه السلام پرتلاش و پرتکاپو باشند. این بحث و مطلب نخست است. معظم الله افزودند مطلب دوم این است که به مسائل منفی، ناسزاگویی ها، تهمت زدن ها، نسبت های ناروا و غیبت کردن ها توجه نشود تا موفقیت حاصل شود. منافقانی در جمع اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله به آن حضرت تهمت می‌زدند و دروغ می‌بستند ولی آن بزرگوار هیچ واکنشی در برابر آنان نداشتند و اوقات خود را صرف واکنش نمی کردن چرا که باطل با بی اعتنایی می میرد و نابود می شود. از این رو این خصلت را از آن حضرت در خاطر داشته باشید و به آن عمل کنید و خود را به رویارویی با این رفتارها مشغول و سرگرم نکنید بلکه به امور مثبت بپردازید و به آنها عمل کنید. شایان ذکر است کاروان امام الحیات پیشوای زندگی از مراکز وابسته به دفتر مرجعیت شیعه در کشور کویت است که هر سال در روز سوم شبان مصادف با سال روز میلاد حضرت امام حسین علیه السلام اقدام به برپایی برنامه اهدای خون در این کشور و چندین کشور دیگر در سراسر جهان می کند و مورد استقبال و مشارکت بسیاری از شیعیان و مسلمانان قرار می گیرد. این کاروان در پی راهنمودهای ارزشمند مرجع عالیقدر آیت الله عظما شیرازی مبنی بر اهدای خون در سال روز میلاد امام حسین علیه السلام تشکیل شده است.